چند ریشه به داخل کوزه رفته بود. ریشه اول رو بیرون کشیدم، بعد ریشه دوم رو بیرون کشیدم و بعد ریشه سوم رو بیرون کشیدم، اما ریشه سوم در واقع دسته یک قاشق نقره‌ای بود که انتهای دستش شبیه سر قو بود. واقعا اون لحظه برای من یکی از لحظه‌های هیجان‌آور و فراموش نشدنی بود. به دنبال پیدا شدن قاشق نقره‌ای نزدیک به 1000 اثر نفیس دیگر نیز یافت شد. از مهمترین اونها باید به دو بازوبند طلایی با سر بز کوهی اشاره کرد. همینطور سه جفت گوشواره طلا که تزیینات جالبی داشتند. پیدا شدن این جواهرات تأکیدی بود بر اینکه دادن هدایای پرارزش در امپراتوری هخامنشی رسمی رایج بوده. همونطور که از نقش برجسته‌های بجا مانده در تخت جمشید پیداست، نمایندگان ایالت‌های دور و نزدیک به شاه زیورهای گرانبها هدیه می‌دادند. نزدیک محلی که این گنج در آن یافته شد، باقی‌مانده‌های کاخی بزرگ قرار دارد به مساحت تقریبی 3000 متر مربع. بر روی ستون‌های 4 پهلوی بنا که سالم مانده، نوشته سه‌زبانه است که در آن نام کوروش دیده می‌شود. در نتیجه می‌توان پنداشت که این کاخ سفید احتمالاً کاخ مسکونی یا کاخ اختصاصی کوروش کبیر بوده است. از دفترچه یادداشت‌هایی که ارنست هرسفلد به جای گذاشته و اینک در واشنگتن دی سی موجوده، آشکار میشه که در این کاخ تکه‌های کوچک و بزرگ گچ‌های رنگی با طرح‌های مارپیچ، سه‌گوشه و لوزی پیدا کرده بوده. بر مبنای این نقوش، طراحی درونی کاخ میتوانسته این گونه باشد. در واقع این تکه ها شباهت بسیار دارن به تکه گچ های رنگین و نقشداری که زمانی ستون های چوبی خزانه داریوش در تخت جمشید رو می آراستند. 4 نقش برجسته با بنمایه یکسان شاه را با جامه آینی و با آرایه های زرین به هنگام برون رفت از کاخ می نمایند. سنگ نوشته کوتاه سه زبانه این نگاره را چنین می شناساند: کوروش، شاه بزرگ، هخامنشی. تمام سنگ نوشته های پاسارگاد به سه زبان نوشته شدند که این خود دلیل دیگری است بر چند زبان بودن و چند فرهنگی بودن امپراتوری هخامنشی. متاسفانه از خاندان سلطنتی به ویژه ملکه در این کاخ تصویری بر جای نمانده است. با این حال اثر مهری هخامنشی سرنخ جالبی به ما می‌دهد. در دنیای باستان از این مهرها که به شکل استوانه هستند استفاده می‌کردند و با چرخاندن و فشار آوردن آنها بر روی یک تکه گل که روی در یا سفالینه قرار می‌دادند، اثر مهر بر روی گل می‌ماند. در اینجا من یک مهر رو جای گل روی خمیر پلاستیکی حرکت می‌دم که نتیجه‌اش اینجوری میشه. مشابه این اثر مهر، اثر مهر دیگری که مربوط به دوران هخامنشی است، لحظه ویژه‌ای را ثبت کرده است. ندیمه‌ای پرنده‌ای را به ملکه‌ای که بر تخت نشسته هدیه می‌کند و شاه دخت تاجداری کنار بخوردان صحنه را می‌نگرد. Thank you.
کهن‌ترین بازمانده های باغ شاهی در جهان. از آنجا که بیشتر فلات ایران را مناطق تقریبا خشک و کم آب تشکیل می دهند، برای ایرانیان همیشه آب با آبادانی همراه بوده. بدین ترتیب بوده است که باغ‌های سرسبز با سایبان‌های آرامش بخش در دل کویر و بیابان برپا می شدند. اما این عشق ورزی با طبیعت و باغ و بوستان به زمانهایی بس دور و به باغبان بزرگ ایران مربوط می شود، به کوروش. بیش از 2500 سال پیش ایرانیان امپراتوری بزرگی آفریدند که جهان تا آن زمان به یاد نداشت. کوروش با آن امپراتوری آرامش و شکوفایی به جهان هدیه کرد و نماد آن را در باغ‌های پاسارگاد جلوه‌گر ساخت. این بخش باغ شاهی با رشته‌جویی‌ها و حوضچه‌های ساخته از سنگ سپید که بیش از 1 کیلومتر طول دارند آراسته شده و بقایای آن را هنوز می‌توان دید. سعی کنید تفاوت میان کویری بی آب و علف و با اون چه که کوروش در اینجا سامان داده مجسم کنید. حالا شما وارد بهشت بسیار پهناوری میشین که چندین باغ بزرگ و سرسبز داره. اطراف شما رو جویهای زیبای ساخته از سنگ فرا گرفته و اینها کهن‌ترین بقایای یک پارک شاهی در دنیا است. در زبان انگلیسی ما به بهشت میگوییم پارادایز، ولی این پارادایز در حقیقت از واژه فارسی باستان پریدایسا یا پردیس گرفته شده. پارادایسای کوروش دارای تقسیمات 4 بخشی یا 4 باغ بوده. امروزه بازمانده کاخ مسکونی به خوبی روشن می کند که خانواده شاهی و مهمانانشان با نشستن بر سکوی سنگی ویژه‌ای که دور تا دور ایوان قرار داشت از مناظر باشکوه باغ لذت می بردند. قرار گرفتن شاهنشین درست در وسط سکوی ایوان کاخ مسکونی ثابت میکنه که در میانه باغ فضای بازی بوده تا شاه از اون فضای باز چشم‌اندازی گسترده داشته باشه و بتونه همه باغ رو تماشا کنه. این تمهید باغ رو عملاً به 4 بخش تقسیم می‌کرد. از این رو باغ‌های پاسارگاد بایستی نخستین نمونه 4 باغ در ایران باشند که بعدها الگویی شد برای طراحی باغ‌های زیبا نه تنها در ایران که در هندوستان و حتی در اسپانیا. اما در باغ‌های پاسارگاد چه درختانی کاشته می‌شد؟ شاید درختان این باغ به گونه‌ای که در نقش برجسته‌های تخت جمشید دیده می‌شود،
شامل درختان سرو و نخل بوده باشند و حتی شاید انواع درختان میوه از سراسر امپراتوری نیز در آن وجود داشتند تا بازتابی باشند از گستره پهناور امپراتوری کوروش. هر میهمانی که به پردیس شاه قدم میذاشت غرق در آرامش و ستایش میشد. شما کاخ ها رو در نظر بیارید که در میان سبزه و چمن و درختان و گلهای گوناگون و مرغان زیبای نغمه‌خوان قرار گرفتن. میهمان میدید که آب در جویهای سپید که خورشید در اون تلالو داره زمزمه کنان روانه و هم به باغ تراوت میده و هم هوا رو خنک میکنه. منظره چشم نواز و آواهای گوش نواز که به این طریق آفریده میشد دلفریب و افسون کننده بوده. این چیزها بر روی هم هر باغی رو به بهشتی روح پرور تبدیل میکنه و باغهای کوروش هم همین بود. بهشت. بدین گونه پردیس کوروش نماد بهشت در زمین بود و از سوی دیگر علاقه او را به طبیعت و خرمی و زندگی نیز نمایش می داد. اما افقهای دیدگاه او حد و مرزی نمی شناخت. از این رو سازه های بزرگ و یادمانی را نیز در پایتختش برپا کرد. برای نمونه در قسمت شمالی این مجموعه عظیم کاخ ها بقایای برجی سنگی به ارتفاع 14 متر به چشم می‌خورد که متاسفانه به سختی آسیب دیده است. این بنای یادمانی زیباترین بنای یادمانی دوره هخامنشی بوده. دو تا از اینا موجوده. یکی در نقش رستم که تقریباً کامل اون را داریم و اینجا که فقط نمای اصلی اون به جا مونده. در سه طرف بنا پنجره‌هایی هست که پنجره نماز، پنجره نیست، پنجره نماز و ترکیبش از سنگ‌های سیاه و سفید به طرز بسیار حیرت انگیزی قرار گرفته. خود این بنا هم از نظر زیبایی هم از نظر جنبه آیینی آن در دوره هخامنشی جایگاه بسیار بسیار ویژه‌ای داشت. هنوز دانسته نیست که از این برج برای چه منظوری استفاده می شده. شاید برای برگزاری مراسم احترام به درگذشتگان، شاید هم نیایشگاه ویژه‌ای بوده که آتش مقدس را در آن نگاه می داشته. در نزدیکی این برج یادمانی محوطه مقدس قرار دارد. شاخصه آن دو سکوی سنگی اند که احتمال دارد کوروش برای مقاصد نیایشی از آنها استفاده می کرده است. برخی از دانشوران باور قطعی دارند که کوروش زرتشتی بوده است. گزنوفون در کتاب زندگی کوروش اشاره می کند که کوروش در موارد دینی به رهنمود مغان دربار عمل می کرد. نیروهای طبیعت رو مثل آب و باد و آتش و خاک رو به عنوان نیروهای ایزدی می دانستند، ولی البته نباید فکر کرد که به عنوان پرستش اونها اقدام میکردن. کما این که در شاهنامه این مسئله خیلی واضح آمده که نیا را همی بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. نگویی که آتش پرستان بودن، پرستنده پاک یزدان بودن. در آنگه بودی آتش خوب رنگ، چو مرتازیان راست مهراب سنگ.
اما کوروش، این شهزاده راستین ایران، صرف نظر از اینکه خود چه مذهب و آیینی داشت، در سراسر امپراتوریش آزادی مذهبی برقرار کرد که در جهان آن روز سابقه نداشت. تورات بهتر از هر منبع دیگری بر این مدعا شهادت می‌دهد. نام کوروش 22 بار در تورات ذکر شده، 15 بار در کتاب ازرا، 2 بار در کتاب تواریخ ایام، 2 بار در کتاب اشعیا و 3 بار در کتاب دانیال. با خوندن تورات، تصویری که در ذهن انسان از کوروش نقش می‌بنده واقعاً خارق‌العاده است. کوروش رو عادل و خردمند، پادشاهی آرمانی و در حد پادشاهان بزرگ یهود مثل حضرت سلیمان می‌دونن. جالب است بدانیم که در پاسارگاد سکوی بزرگی بر روی تپه مشرف به شهر قرار دارد که آن را تخت مادر سلیمان می‌نامند. گمان بر این است که این سکوی ناتمام الهام بخش معماران تخت جمشید بوده تا آنان بنای تخت جمشید را بر سکویی بالاتر از زمین بسازند. در اینجا و بر روی سکو بناهایی وجود داشته که شاید همانهایی است که در الواح گلی تخت جمشید به نام انبار از آنها یاد می شود. در میان تعداد پرشمار الواح گلی که در آغاز قرن گذشته در تخت جمشید یافت شد، بیش از 50 تا 60 لوح از جایی به نام باترکاتاش یاد می کنند که به احتمال زیاد معادل پاسارگاد در زبان ایرانی است. بیشتر این الواح مربوطند به دستمزد و جیره خوراک کارگرانی که اطراف پاسارگاد کار می کردند و برخی اشاره دارند به جیره اضافه زنان کارگری که کودکان شیرخوار داشتند. به این زنان پس از زایمان حقوق اضافی پرداخت می شده است. میراث کوروش بزرگ. کوروش در سال 530 قبل از میلاد درگذشت و از آن زمان تا کنون آرامگاهش مرکز توجه بازدید کنندگان از پاسارگاد بوده است. کوروش در پاسارگاد برای هنر و معماری هخامنشی معیاری متعالی از طراحی و اجرا بر جای گذاشت. تالار ستوندار که نمونه زیبای اون رو در پاسارگاد می‌بینیم، در سر تا سر امپراتوری ایرانیان به صورت الگو در اومد و ما بهترین نمونه اون رو در تخت جمشید می‌بینیم. تالار ستوندار در شوش هم هست. میدونیم که در همدان و بابل هم وجود داشته و نمونه ای از اون رو در شهر سیدای لبنان هم ساخته بودن. اما این پایان دستاوردهای کوروش نیست. جانشینان وی موفق به آفرینش شگفت‌انگیزترین عملیات مهندسی شدند که جهان نظیرش را ندیده بود. همه نام کانال سوئز را شنیدن، اما چند نفر تا کنون نام کانال داریوش را شنیدن؟ و من فرمان دادم این آب راه را بکنند تا کشتی ها بتوانند از رودخانه‌ای که نیل نام دارد و در مصر جاری است به دریایی روند که از پارس می آید.
درازای آبراه داریوش گویا به 180 کیلومتر می رسیده که نوک شمال غربی دریای سرخ رو به صورت شرقی غربی به رود نیل پیوند می داده. هرودوت میگه که کانال داریوش چندان پهن بود که کشتی ها می تونستن همزمان از کنار هم عبور کنند. این کار مهندسی عظیم هخامنشیان حدود 2500 سال پیش از ساخت کانال امروزی انجام شده. یکی دیگر از دستاوردهای عظیم مهندسی ایرانیان ساختن راه شاهی بود. جاده شاهی دستاوردی است بزرگ. یک راه ارتباطی 2600 کیلومتری که از شوش در جنوب غرب ایران آغاز می شده و به شهر سارت در غرب ترکیه امروز می رسیده. شاخه دیگه‌ای این شاهراه را به پاسارگاد بعد تخت جمشید که قلب امپراتوری بودن پیوند می داده. هرودوت نوشته که در سراسر این جاده ایستگاه‌هایی بوده که پیک سوار میتونسته اسب خسته خودش رو با اسبی تازه نفس عوض کنه و راه خودش رو به سرعت ادامه بده تا نامه یا پیام در کوتاه‌ترین زمان به مقصد برسه. هرودوت در این باره می‌نویسد: در جهان هیچ چیز سریع‌تر از چپارهای پارسی سفر نمی‌کند. این سامانه پیک‌های تندرو و چپارخانه‌ها در واقع پیش درآمدی برای سرویس پست در قرون جدید بودند. اما مهمترین میراث کوروش کبیر فراتر از همه اینها بود: امپراتوری عظیمش. این امپراتوری که کوروش بنیادش نهاد نخستین امپراتوری در جهان بود که به گفته افتخارآمیز داریوش در بیستون مردمان بسیار با زبانهای گوناگون در آن میزیستند. بخش بزرگی از قدرت ایشان را ساختار پیچیده کشورداریشان تأمین میکرد، ولی از همه مهمتر بردباری بی سابقه آنان در پذیرش قانونها، سنتها و آزادی مذهبی و فرهنگی مردمان زیر دستشان بود. در سراسر امپراتوری ایران فضایی صلح‌آمیز و پر از آرامش حاکم بود. هر جا که آشوری‌ها و بابلی‌ها در سده‌های پیشتر خون‌ها ریخته و غارت‌ها کرده بودند، ایرانی‌ها می‌کوشیدند که آرامش و سعادت برقرار کنند. شعار ملت بزرگ ایران این بود: باشد که توانا ناتوان را نیازارد. میراث کوروش کبیر، یعنی آزادی مذهبی و شکیبایی و آسانگیری بر مردم، الهام بخش بسیاری از کشورداران آینده از اسکندر مقدونی تا تامس جفرسون شد و این مهم از طریق کتابی میسرگشت به نام زندگی کوروش که گزنوفان در همان روزگاران درباره منش و روش کوروش نوشت. امروزه در سازمان ملل نیز نمونه ای از استوانه کوروش را نهاده بر زیرش نوشتند: نخستین اعلامیه شناخته شده حقوق بشر. کوروش که پادشاه روشنبینی بود، اگر میدونست که روزی استوانه گلیش رو در نیویورک و اماکن مهم دیگر جهان به نمایش خواهند گذاشت و اون استوانه برای نخستین بار صلا در خواهد داد که ای مردمان، ریختن خون یکدیگر را بس کنید، چون انسانها بسیار با ارزشتر از آنند که میپندارید، اون وقت به راستی به خودش میبالید.